آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمان ما نجات یابیم که ایمان بیاریم به پسر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بشه. هفته سوم سال جدید هستیم فکر میکنم، اگر تاریخ و زمان از دست نرفته باشه، و گفتیم امسال سال آزادی اهداف ما هستش، روش میستیم، روش کار میکنیم، سعی میکنیم پیغامایی که با شما در میون میذاریم در این رابطه باشه تا اینکه خداوند ما رو در این مسیر پیش ببره. من انتظار دارم که در سال جدید خداوند آیات و معجزات انجام بده و شاهد باشیم که چگونه جانها نجات پیدا میکنن در حینی که این آیات و معجزات جاری میشه. یکی از چیزهایی که هر ایمانداری بعد از اینکه مدتی از ایمانش میگذره خودش رو پیدا میکنه باش سر کار داره، مسئله شکست روحانیه یا شکست در مسائلی که شاید فکر میکنه که چرا برای من اتفاق میفته. کما بیش ما با این موضوع روبرو هستیم، میبینیم که وسوسه بر ما میاد، گاهی وقتا غالب میشیم، گاهی وقتا پیروز میشیم، گاهی وقتا در اون چیزی که براش دعا کردیم جواب میگیریم، گاهی وقتا جواب نمیگیریم. و برای ما مهمه که چطوری میشه ما پیروزی روحانی داشته باشیم. برای مردانی مثل پولس رسول که در واقع رسول محبت نامیده شده تو کتاب مقدس، میبینیم که این مسئله یه امر مهمی بود که در واقع میگه من هر چی که میخوام انجام بدم که نیکوه نمیتونم، هر چی که میخوام بدی نکنم بدی رو انجام میدم. در رومیان باب 7 است آیه آخر میگه کیست که مرا بتونه از این گناهان آزاد بکنه و من رو پیروز کنه؟ که خدا شکر همونجا میگه خداوند ما عیسی مسیح میتونه این کار رو بکنه. پس مسئله پیروزی بر جسم، پیروزی بر دنیا، پیروزی بر گناه یه چیزی که هممون در واقع تو یک بره از زمان باش روبرو میشیم، مخصوصا وقتی مصیبت ها سراغ ما میاد، وقتی که وسوسه ها میاد، وقتی که اتفاقات میفته. امروز یه عزیزی میگفتش که من ظرف چند روز 3 تا تیکت رانمرانی گرفتم، ترافیک گرفتم، یا مثلا حسابمو دزد زده. و این شخص میگه خب من چیکار کنم؟ این همه حمله، این همه بدبختی بر سر من اومده و من چرا این اتفاقا برام میفته؟ نکنه که خدا منو فراموش کرده. من امروز میخوام راجع به پیروزی صحبت بکنم. پیروزی در مسیح. آیاتی رو با هم بررسی خواهیم کرد و متوجه خواهیم شد از کلام خدا که ما چگونه پیروز هستیم. چرا که همونطور که در حین سرودا و سرودها هم امروز مناسبت داشت با پیامی که با شما در میون میذاریم، دیدیم ما پیروز هستیم. در واقع کتاب مقدس ما نشون نمیده که یک مسیحی باید بجنگه تا پیروزی روحانی رو به دست بیاره. چرا؟ چون که عیسی مسیح 2000 سال پیش پیروزی روی صلیب برای ما مهیا کرده. کتاب مقدس از ما میخواد که ما وارد این پیروزی بشیم. همونطور که کتاب تثنیه رو ما هاست داریم بررسی میکنیم، دیدیم که خداوند از قوم اسرائیل میخواد که وارد سرزمین موعود بشن. اصلا قرار نبود اونا بجنگن، قرار نبود کاری بکنن. حتی در مورد دیوارهای اریها میبینیم که اینا نجنگیدن، بلکه 7 شبانه روز چرخیدن و پرستش کردن و دعا کردن و دیوارها فرو ریختش. اما پیروزی یک مسیحی چگونه به دست میاد؟ چگونه ما این پیروزی رو میتونیم لمسش کنیم؟ چگونه میتونیم در این پیروزی به سر ببریم؟ که این نکاتی که با شما در میون میذارن هستن. یکی از اولی و مهمترین چیزهایی که در پیروزی یک ایماندار مهمه و نکته اول در واقع اینه که پیروزی همیشه از راه ایمان به دست میاد. شما اگر به عهد عتیق نگاه بکنید و به عهد جدید، حتی به شاگردان مسیح که تعالیم میدن به ما و عهد جدید نوشتن نگاه کنید، میبینیم که اونها به ما نشون میدن که پیروزی همونطور که گفتم با جنگیدن به دست نمیاد، بلکه با ایمان پذیرفتن به دست میاد. هرگز ما نمیخونیم در کلام خدا که وقتی کسی مریض میشه بعد بره بجنگه، حالا استغاثه کنه، روزه بگیره، خودشو بزنه، شاید خدا بشنوه و شفاش بده، بلکه کلام خدا میگه این با ایمان دریافت بکنه. بر غلبه بر وسوسه و بر گناه همینطور ما میخونیم که ما کافیه که ایمان داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی بپذیریم و باور کنیم آنچه که خداوند برای ما مهیا کرده. پس اولین نکته‌ای که به ما کمک میکنه که این پیروزی رو بتونیم لمس کنیم تو زندگیمون اینه که باور کنیم که این پیروزی مال ماست. گاهی وقتا دیده میشه که افراد فکر میکنن که خب
دیگران فرق میکنه، همش راجع به چیزهای خوب دارن صحبت میکنن، از نظر مالی پیشرفت کردم، از نظر جسمانی پیشرفت کردم، از نظر موقعیتی پیشرفت کردم، پس شاید اصلا من لعنتی هستم، شاید من فرق میکنم، شاید من شخصا این اتفاق برام میفته، ولی نه، کلام خدا به ما نشون میده که پیروزی رو خدا برای همه مهیا کرده. پیروزی عیسی مسیح خداوند روی صلیب بر گناهان و بر جهان مال همه ما هستش. پس ما وقتی به مسیح ایمان میاریم خود به خود وارد چی میشیم؟ این پیروزی میشیم. ولی در طی زندگی روحانی همونطور که در این سرود آخر خواندیم لازمه که ما هر روزی در هر روزه وقتی چشمامون از خواب باز میکنیم، از خواب پا میشیم و وارد کارهای روزمره میشیم، با ایمان بپذیریم که من پیروز هستم. چرا که در تثنیه حالا هفته بعدم خواهیم خوان گفته شده که هرگاه دستتو دراز بکنی به هر چیزی برکت خواهی یافت. وقت آمدن رفتن مبارک خواهی بود. وقت نشستن برخواستن مبارک خواهی بود. این پیروزی برای ما مهیا شده است. چون خدا، خدای قادر مطلق توسط عیسی مسیح این کارو کرده. عیسی مسیح چی گفت در آخرین آیاتی که قبل از که می‌خوانیم که مسیح به آسمان صعود کنه، میگه تمامی قدرت در آسمان و زمین و زیر زمین به دست من سپرده شده. پس هیچ قدرتی وجود نداره که بالاتر از عیسی مسیح باشه. در گذشته بود. چطوری بودش؟ وقتی انسان شیطان رو و گناه رو پذیرفت وارد زندگیش کرد، عملاً قدرت تاریکی رو بر زندگی خودش قرار داده بود. پس یک انسان گناهکار، او خود به خود شکست خورده بود. خود به خود در تاریکی بودش. ولی حالا که به نور وارد شده توسط عیسی مسیح خداوند، او وارد پیروزی هم شده. منتها این پیروزی رو باید با ایمان پذیرفت، نه با چشم انسانی، نه با تلاش انسانی، بلکه با ایمان پذیرفت. البته ما راجع به ایمان مفصل صحبت کردیم، گفتیم که ایمان از چه طریق به دست میاد، ولی نکته که بازم میخوام اشاره کنم این که برای به دست آوردن پیروزی هیچ نیازی به تلاش انسانی نیستش. هر موقع انسان میخواد تلاش کنه یک پیروزی رو به دست بیاره، یک موفقیت رو به دست بیاره، متاسفانه با شکست روبرو میشه. نمونه بارزش رو گفتیم در گذشته که ابراهیم هستش. ابراهیم خدا بهش گفت که تو فرزندی خواهی داشت. قبلا تلاش کرده بود، نمیدونم اگه دکتر رفته بود که چرا من بچه دار نمیشم، اگه داروهای گیاهی اون موقع رو خورده بود، به هر شکلی که من بابا بشم یه روزی نتونسته بود. خدا یه روز میاد بهش میگه، میگه من به تو فرزندی خواهم داد و فرزند تو، فرزندان تو، نسل تو مثل ستارگان آسمان خواهد بودش. اما در یک بره از زمان، در این مسیری که خداوند میخواست پیروزی رو بهش بده، کامیابی رو بهش بده، برکت رو بده، ببینیم که ابراهیم کم میاره و فکر میکنه باید یه تلاش انسانی بکنه و نتیجه چی میشه؟ اسماعیل به دنیا میاد. یک واعظ خیلی خوب میگه، میگه تلاش نکنیم که به صورت انسانی با قوت انسانی پیروزی و برکت رو به دست بیاریم، چون هر ما که این کارو میکنیم اسماعیل ها به دنیا خواهند آمد. خب نکته بعدی که کمک میکنه که ما در این پیروزی گام برداریم و موفق باشیم اینه که باید با مسیح مصلوب بشیم. میتونیم اینو با هم بگیم؟ من باید با مسیح مصلوب شوم. این نکته خیلی مهمیه. این معنیه که من ببرم روی صلیب، حالا یه رومی هم پیدا بشه، میخی بزنه به دست و پای ما، نه. بلکه وقتی میگیم ما مسیح مصلوب بشیم، منظور اینه که باید از امیال و خواسته های نفسانی جسمانی خودمون مصلوب بشیم. ما میدونیم که نفس ما بزرگترین دشمن ماست. بزرگترین دشمن ما یک فرد سیاسی نیستش که من باش مشکل دارم یا چیزهای شبیه این امور زندگی. مرد باید بجنگه، مرد که اخم نمیکنه، از این چیزی که والدین به ما یاد دادن نیستش، بلکه بزرگترین مشکل ما و دشمن ما خودمان هستیم. من هستم، این من، اون نفس بزرگترین دشمنه. شما به هر جا نگاه کنید، خب آدم میتونه با کسی که مشکل داره بگه دیگه من با رابطه ندارم، خداحافظ، قطع رابطه کنه، ولی با نفس خودش که نمیتونه هر جای دنیا میره. میبینید که در نهایت اون نفسته که من به یه عزیزی میگفتم، صحبت میکردیم، میگم من آدم حساسی هستم. در مسافرت که بودیم گفتم دوست عزیز، این حساسیت، منم از اون آدمای خیلی حساس بودم، خداوند انقدر منو چلونده تو این سالها که از حساسیت آزاد بشم. از دو چیز نشأت میگیره، یکی غروره و متاسفانه ما ایرانی‌ها خیلی آدم مغروری هستیم. و گفتم تو میتونی با زنت مشکل داری مثلا قطع رابطه بکنی، میتونی با دوستان قطع رابطه کنی، ولی نفست که نمیتونی دیگه بگی من نیستم و مردم و اینها. اون چیزی که تو بعد ازش آزاد بشی اون نفس تو هستش. دشمن تو زنت نیستش، اطرافیان نیستن، بلکه خود تو هستی. چونشون میگم من با خانه هم مشکل دارم. بنابراین امیال و خواسته های ما چیزیست که خداوند میخواد روی صلیب مصلوب بشه، بمیره، که در نهایت پیروزی به دست بیاد. چون تنها مانعی که وجود داره تو زندگی روحانی ما
همون نفس ما هستش. برای همین که کشیش هایی که خیلی قشنگ در سرود میخوانن میگه که روزه و دعا میشکند مرا تا شبم شبیه عیسی. روزه و دعا انسان رو فروتن میکنه، روزه و دعا انسان رو عوض میکنه، خورد میکنه تا اینکه به شباهت پسر خدا در بیاد. و ما نکات خیلی افراد نمونوار زیادی در کتاب مقدس داریم. مثلا خود عیسی مسیح خداوند میگه شب تا صبح در خرابه به سر میبرد، 40 شب و روز روزه گرفتش. برای چی؟ برای که به خدا میگه دوستت دارم؟ نه، برای که بر نفسش پیروز بشه. که در نهایت شیطان میگه به این سنگ بگو نان شود، عیسی مسیح چون پیروز شده بر نفس میتونه بگه دور شو از من شیطان. انسان محض نان زندگی نمیکنه، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر میشه. ببینید، پس روزه و دعا میتونه کمک کنه. چند تا آیه با هم نگاه بکنیم. غلاطیان فصل 2 آیه 20. غلاطیان فصل 2 آیه 20 پولس رسول به ما میگه این قضیه رو. پیدا کردید؟ این آیه معروفیه که کشیش دیباج هم خیلی دوست داشت این آیه رو. میگوید من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگر آن که زندگی میکند من نیستم، بلکه مسیح است که در من زندگی میکند. و در خصوص این زندگانی جسمانی که اکنون دارم، فقط به وسیله ایمان به پسر خدا که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد زندگی میکنم. دقت میکنید که پولس چی میگه؟ میگه من با مسیح مصلوب شدم. این من، اون نفس با مسیح مصلوب شده و دیگه طوری زندگی میکنه که دیگه اون نمیخواد تلاش بکنه، اون نمیخواد جلو بره، بلکه مسیح در او عمل میکنه. و بعد میگه این زندگی که دارم میکنم با ایمانه. اشاره کردیم که با ایمان ما پیروزی رو به دست میاریم. حالا اینجا میگه نفس باید مصلوب بشه، من باید مصلوب بشه، و نه فقط همین، در پی اون با ایمان من پیروز هستم. این آیه و در واقع اشاره به صلیب اگرچه منفی به نظر میرسه، چون یه نفر داره میمیره، نه؟ یه چیزی داره کشته میشه، یه نفسی داره کشته میشه، ولی در اون عمل در واقع پیروزی وجود داره. کمان که شیطان وقتی مسیح رو مصلوب کرد به وسیله افراد رومی، فکر میکرد که کار مسیح تمام شده، ولی مسیح در واقع رو صلیب نه فقط ضعیف نبود، بلکه پیروز داشت میشد. عمل کشته شدن مسیح ضعف رو داره نشون میده، ولی در نهایت اون چیزی که در پی صلیب میاد برای جهانیان و برای ما پیروزی هستش. درسته؟ حالا وقتی من نفس خودم رو صلیب مصلوب میکنم، در واقع چیزی رو من از دست نمیدم، بلکه دارم یه چیزی رو به دست میارم. بعضیا میترسن نفس خودشون رو زیر صلیب بندازن، میگن خب پس خواسته های من چی میشه؟ امیال من چی میشه؟ آخه من آرزو دارم، منم دل دارم. نه، در واقع چیزی رو از دست نمیدی، داری یه چیزی رو به دست میاری، و اونم طریقی هستش که خداوند داره. از طریق اتحاد با مرگ مسیح، افسوسیان باب 1 آیه 7 میگوید که ما پیروز میشیم. باید با مرگ مسیح ما متحد بشیم. مرگ مسیح مال ماست. کمان که وقتی ما ایمان میاریم، میپذیریم که ای خداوند متشکرم که برای گناهان من مردی. ما که نمردیم که، او مرده، درسته؟ برای پیروزی هم همینطور، ما اون اتحاد با مرگ مسیح رو در واقع مسبب میشه و سبب میشه که ما در پیروزی وارد بشیم. در این عمل، در عمل اول ما باور میکنیم که او ما رو نجات داده، در عمل مصلوب شدن دوم ما باور میکنیم که پیروز هستیم، باور میکنیم که این نفس با مسیح مرده. پس اگر با مسیح مصلوب شده ایم ما پیروز هستیم. هللویا. زمانی ما شکست میخوریم که نمیذاریم نفسمون کشته بشه. یکی از میوه روح، اون نه میوه روح که در غلاطیان با 5:22 آمده، در واقع پرهیزکاری هستش. ها؟ پرهیزکاری یا فروتنی حتی اشاره میکنه به این قسمت که ما به مسیح مصلوب شده. چون صلیب قوت خداست. رومیان باب 1 آیه 16 نمیگه. پولس رسول میگه از انجیل مسیح آر ندارم، چون از صلیب مسیح آر ندارم، چون قوت خداست. هللویا. وقتی مسیح رو صلیب مرد، با اکراه نمردش، بلکه willingly با تمام وجودش این کارو کرد، با خوشنودی این کارو کرد، با رضایت این کارو کرد، چون میدونست که یه روزی ما رو به دست میاره. پس صلیب قوت خداست. هللویا. همونطور خداوند این قوت رو در زندگی ما آشکار میکنه. در رومیان باب 1 آیه 2 تا 4 که میگه ما با مسیح با قیامت از مردگان پسر خدا منصوب شد، شمرده شد، خوانده شد. در صلیب پس قوت وجود داره، در پی صلیب قوت میاد. پس ما بیایم چیکار بکنیم؟ امیال نفسانی خودمون رو روی صلیب مصلوب بکنیم. اگه زبانمونه،
اگر افکارمونه، نمیدونم، اگر دلمونه، نیات دلمونه، هر چی که هست روی صلیب مصلوب کنیم. اگه خودمون دوست داریم این کارو انجام بدیم، بگیم خداوند من میخوام از دست این نفس آزاد بشم، از شر این نفس آزاد بشم. لازم نیست من خودمو بکشم تا از این دنیا رها بشم، کافیه که نفسم با مسیح کشته بشه، من رها خواهم شد. عامل بعدی که به ما کمک میکنه که این پیروزی رو لمس کنیم، روح القدسه. اگر روح القدس منشأ زندگی او، زندگی ما هستش، که کلام خدا این رو به ما نشون میده، با او راه رفتن و از او پر شدن ما را هر روز پیروزم میکنه. برای همین که پولس رسول در رسالاتش بارها به ما اشاره میکنه که از روح پر بشید، بذارید که روح در روح القدس در وجود شما قرار بگیره. این روح القدسه که به شما کمک میکنه که بر جسم غلبه پیدا بکنید، بر نفس خودتون. در واقع ما این مثال گفتیم، هر چقدر مثل یک لیوان میمونه، هر چقدر که از روح خدا ما پر بشیم، جایی برای امیال جسمانی ما نمیمونه دیگه. این من دیگه جایی نداره، چون که خداوند وارد شده، چون که خداوند در واقع اونجا معوا گزیده. همونطور که کلام خدا میگه که ما معبد روح القدس هستیم و در معبد روح القدس، در معبد خدا روح القدس ساکن هستش، هر چقدر بیشتر به او جا میدیم و از خودمون کم میکنیم، میگیم خداوند من نمیخوام انان زندگی خودم به دستم بگیرم، نمیخوام خودم کنترل زندگی به دست بگیرم، بلکه تو کنترل زندگی منو به دست بگیری، اون موقع است که چون داریم این کارو میکنیم و با اون راه میریم، ما پیروزم هستیم. پس اگه ایمانداری بیاد به من بگه که بردم من شکست خورده هستم، در هر چیزی احساس میکنم من کم دارم میارم، این برای من تداعی میشه که این شخص از روح خدا پر نیست. چون شما نمیتونی از روح خدا پر بشی و شکست خورده باشی یا احساس شکست بکنی، چون گفتیم ما پیروز هستیم. هر چقدر از روح القدس پر میشه، پس دعا که میکنی میگیم ای روح القدس مرا پر بساز از وجود خودت، منو مجهز کن به میوه روح، من میخوام با تو راه برم. یادتون میاد به خنوخ؟ کلام خودم که خنوخ با خدا راه میرفت، با او راه میرفت، در واقع با او زندگی میکرد و نایاب شد، به حضور خدا در واقع نزول کرد، رفت صعود کرد به حضور خدا. پس ما هر چقدر از روح خدا پر میشیم، به این معناست که با او داریم راه میریم، داریم با او قدم میزنیم، با او حرف میزنیم، با او دعا میکنیم، از او هدایت میطلبیم، از او میخوایم که ما رو کنترل بکنه. بهترین چیز اینه. مردان خدا یا دختران خدا کسایی هستن که در حضور خدا در هر امری به خدا متوکل میشن. ما در همین موضوع خانوادگی که داشتیم این اتفاق بود، واقعا روی خدا رو طلبیدیم، گفتیم خداوند ما اومدیم تو کشور غریب، خب نمیدونیم واقعا باید چی کار بکنیم، چون با این امید نیومده بودیم، با این انتظار نیومده بودیم، ولی وقتی از روی خدا در واقع هدایت رو خواستیم، خود خدا هدایت کرد، خود خداوند درها رو باز کرد، درهایی که یک فرد معمولی که زبانم بلد نیست نمیدونه چی کار باید بکنه، ولی خداوند معجزه میکرد. پس وقتی با او راه میریم، با او پیروز هم هستیم، هللویا، چون خداوند ما روی شکست نیست. خداوند ما خدایی نیستش که یه روز پاشو از خواب بگه من احساس میکنم روی شکست خورده هستم، یه روز دیگه پاشو بگه من پیروز هستم. نه، او همیشه در مقام پیروزی است، در موضع پیروزی هست، ولی وقتی با او راه میریم، این پیروزی در ما آشکار هم میشه. آمین. پس خیلی مهمه این زندگی جدید فقط در مسیح میسره و باید از روی خدا پر شد و با ایمان اون رو پذیرفت. حالا نکته آخر که میخوام یه خود روش بیستم، برای داشتن زندگی پیروزمند در مسیح باید طرز تفکر ما عوض بشه. و این بسیار نکته مهمی هستش. ما باید با ایمان وارد بشیم، باید با مسیح مصلوب بشیم، باید از روح القدس پر بشیم، اما تغییر تفکر ما در واقع در توبه چه اتفاقی میفته؟ کسی که به مسیح ایمان میاره، توبه نجات، شخص میاد میگه خداوندم من از گناهان گذشتم دست میکشم و میخوام افکار مرا تغییر بدی. چون زندگی ما که همه زندگیه، شما این اتفاق افتاد وقتی به مسیح ایمان آوردید، بید وارد رحم مادر بشید دوباره به دنیا بیاید؟ نه، از این دنیا هم نرفتید دوباره برگردید، بلکه طرز تفکر، یعنی ما اینوری داشتیم زندگی میکردیم، خداوند در توبه اومد افکار ما رو عوض کرد، حالا اینوری زندگی میکنیم دیگه. مثلا من مثل گذشته نیست که بگم خب اگه من مشروب بخورم خداوند از من ناراحت میشه، اگه این غذا رو بخورم چون نجسه خداوند ناراحت میشه. خود به خود وقتی افکار من عوض میشه، من دیگه خود به خود اتوماتیک وار خیلی چیزها رو انجام نمیدم. اما برای که ما این پیروزی رو به دست بیاریم و در این پیروزی زندگی بکنیم، آنچه که اهمیت داره که اول طرز تفکر ما عوض بشه. در فیلیپیان باب 2 آیه 5 چی میگه؟ میگه همین طرز تفکر در شما باشه که در مسیح عیسی بود. مسیح چه طرز تفکری داشت؟
مسیح رو ما در کلام خدا به عنوان یک رهبر ببینیم، به عنوان کسی ببینیم که پیروز هستش، به عنوان کسی ببینیم که داره با اقتدار عمل میکنه. دیوها از اون میترسیدن، مردگان با صدای او قیام میکردن. یادتون میاد؟ به فرمان او گناهکارا زندگیشون عوض میشد، چون طرز تفکر مسیح طرز تفکر الهی بودش. طرز تفکر الهی هرگز شکست پذیر نیستش، بلکه شکست ناپذیره. نمیگه خب وسوسه اومد چیکار کنم دیگه، منم انسانم، ببین فلانی گناه کرد، خب منم گناه میکنم. نه، بر اساس تجربه گذشته نیست، بلکه بر اساس تجربه جدید در مسیح عیسی هستش. بنابراین میگه همین طرز تفکر در شما باشه که در مسیح عیسی بود. در رومیان باب 12:2 چی میگه؟ میگه همشکل از باب 1 میگه همشکل این جهان نشوید و صورت این جهان رو بر خود نپذیرید، بلکه افکار شما تبدیل پیدا بکنه. اگه آیاتو بخونید افکار شما عوض بکنه. حالا شما یه شخصو بیار که داره مثلا اعتیاد داره به سیگار، بگی بزنش، دست و پاشو ببند، بشین براش نصیحت کن. سیاسی عقیدتی بود چی بود در این زندانا؟ براش صحبت کن، صحبت کن، صحبت کن، تا طرز تفکرش عوض نشه. این دوباره آدم، اون آدم باز دوباره گرایش داره به این قسمت، درسته؟ با این چیزها آدم عوض نمیشه، بلکه با تغییر فکر آدم عوض میشه. اگر دیده باشید این کلاسایی که مربوط به اعتیاد هست و مواد مخدر، من با بعضی از اینا در ارتباطم، چه در داخل چه در خارج، این عزیزان تعریف میکنن، میگن ما فقط میشینیم اونجا صحبت میکنن معلمین، و کاری که انجام میدن اینه که طرز تفکر اونها عوض میشه نسبت به اون مواد مخدر. نه داروی بهشون تزریق میشه، نه چیزی، البته ورزش میکنن بعضی قدامه دیگه برن، بلکه طرز تفکرشون عوض میشه. پس ما احتیاج داریم طرز تفکرم راجع به زندگی روحانیمون عوض بشه، خودمون رو از موضع پیروزی ببینیم نه از موضع شکست. در مذهب نمیدیدیم ما خودمون از موضع پیروزی. چرا؟ چون ما تلاش میکردیم تا اینکه پیروز بشیم، ما تلاش میکردیم بر نفس پیروز بشیم، غالب بشیم، ولی چی میشد؟ جسم بر ما غلبه پیدا میکرد، دشمن بر ما غلبه پیدا میکرد. برای همین ما همیشه خودمون از موضع شکست میدیدیم. پولس داره میگه دیگه، میگه هر کاری که میخوام بکنم نیکو نمیتونم، کاری که نباید بکنم میکنم. ها شاید ما هم قبلا بودیم دیگه، من قبلا خودم در مذهب بودم دیگه. مادر بزرگ میگفت بعد این کارو بکنی خدا خوشش بیاد، ما هم میخواستیم بکنیم، دلمون یه چیز دیگه میخواد، فکرمون چیز دیگه میخواد. شما هم حتما این شهادتو میدید، ولی وقتی به مسیح ما آوردید این فکر عوض میشه. من میدونم که این خدا رو خوشنود نمیکنه، میدونم این چیزی که خدا گفته برای خدا خیلی اهمیت داره، یعنی قدوسیت، پاکی و چیزهای دیگه. این فکر تغییر میکنه. بنابراین این گناه میتونه اینجا باشه، ولی میتونه فکر من نسبت به این گناه تغییر پیدا بکنه. من پیروز باشم، من غالب باشم. برای صورت یافتن به ام باید طرز تفکر زمینی خودمون رو ترک بکنیم. ما نمیتونیم از طرز تفکر جدید پر بشیم و در ما قرار بگیره، من که طرز تفکر قبلیمون رو ترکش کنیم، چون که نفسمون رو در واقع انکار کردیم. کولوسیان نگاه کنید با هم دیگه، باب 3 آیه 2. کولوسیان باب 3 آیه 2 بعد از فیلیپیانه. این چی میگه اینجا پولس رسول دوباره؟ پس ما باید خودمون رو خالی کنیم، درسته؟ افکارمون رو خالی کنیم. میگه درباره آنچه در عالم بالاست بیاندیشید، نه به آنچه بر روی زمین است. دقت کنید، مشکل اینجاست. اگر ما میخوایم که افکار ما الهی باشه، باید افکارمون از روی جسم برداریم، از روی زمین برداریم.